ایرانمان در تو گره می‌خورد و شبیه قهرمان خون شهیدانمان رنگ اسیرانمان در تو گره می‌خورد و شبیه قهرمان. دو روز دیگه سومین هفته کارزار بزرگ و گسترده جهانی علیه قتل عام اشرف رو هم پشت سر میذاریم. در آستانه چهارمین هفته وقتی همه تصاویر و گزارش ها رو نگاه میکنیم، یک جمله در ذهن برجسته میشه: جسم ها چقدر نحیف و رنجور شده، اما اراده بسا استوارتر. استواری اراده ها رو از کجا میشه فهمید؟ از چهره ها. با یک نگاه به چهره ها میشه دید که صلابت توشون موج میزنه. حرف هم یک چیز بیشتر نیست، حرف دلها که در تنین فریادها هم به گوش میرسه. کارزار تا پیروزی، اعتراض و اعتصاب تا برآورده شدن همه خواسته ها ادامه داره. پس درود بر همت اشرف نشان ها و سلام بر همه اونهایی که برای دفاع از حق فرزندان مردم ایران با هر عقیده و مرامی به پا خواستند. نم 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 خیزار هستجس نم نم نم. اعتصاب غذای اشرفی ها در لیبرتی که هموطنانمون در ژنو، اتاوا، لندن و برلین با اونها همراه شده اند، یک منشأ انگیزش و الهام اصلی داره. کهکشان شهیدان ده شهریور اشرف، قهرمانانی که بزرگترین حماسه تاریخ مقاومت ایران رو با خون خودشون نوشتند و هر کدوم با جنگ هزار برابر درسی درخشان به دشمنان خدا و خلق دادند، امروز بر صحنه های پرشکوه کارزار همرزمانشان حاضر و ناظرند. پس باید گفت جلاد که باد در بیابان میکاشت، حاصل بنگر خروش طوفان برداشت. میخواست که دشت گیرد آهنگ سکوت، غافل بود و هم خیال باطل بنداشت. فروغ ظهر تاری در آسمان ایران، دوید خون اشرف به جسم و جان ایران. به یاد آن شهیدان سنوبران آزاد، دلاوران سر کن سرود مرگ بیداد. ای اشرفی از خونم توفان به بانی خیزد، ایران زمین با تو از جا می خیزد.
تیر خلاص دادن مزدوران مالکی به مجاهدان مجروح در کلینیک پزشکی اشرف از تکان دهنده ترین صحنه های جنایت بزرگ علیه بشریت. این صحنه از یک طرف اوج شقاوت و بزدلی دشمن رو نشون میده و از طرف دیگه اوج رشادت، بیباکی و پاکبازی مجاهدین رو. مجاهدی رو که در این تصویر پیکر پاکش رو میبینید، یک فرمانده جسور ارتش آزادی بخش ملی ایران، غلام عباس گرماوی، همون فرمانده هیدر که جنگاوری او در صف مقدم همه صحنه های رزم زبانزد همرزمانش بود. فرمانده هیدر که در دو تهاجم قبلی مزدوران خامنه ای و مالکی به اشرف مصدوم و مجروح شده بود، روز ده شهریور زیباترین و زرین‌ترین برگ دفتر زندگی خودش رو رقم زد و مزدوران راهی جز تیر خلاص دادن به پیکر مجروحش روی تخت بیمارستان پیدا نکردند. فرماندهشون با کد به سمت من شلیک میکرد، من با دست خالی میگفتم چرا شلیک میکنی، ولی اون عقب عقب میرفت با کد شلیک میکرد. یه شلیک کردن از اینجا و از اون طرف کتفم بیرون اومد که افتادم زمین. بعد بچه ها در همون حال داشتن شعار میدادن و اعتراض میکردن. Si no y
یخ نپاشی از هم میسینو دلت نگیر از غم میسینو قسم به هشت آسیا به آبت که میرسه به گرماب آه نزداغ این خبر بکنه رو با تو بیتا بکنه رو با تو بیتا میسینو ستاره ای که تازه مهمون شباته داره چشم سر رباته قهرمون ترکمن مجاهد دلیره که شغال کشتنش که خاطرش بمیره آه قهرمون ترکمن خاک هیدر دلیره که شغالا کشتنش که خاطرش بمیره آه میسینو بگو جوونا بیدارشن بگو که دست به کار بیان بالای قلدت داد بشن هوارشن بگو جوونا بیدارشن بگو که دست به کارشن بیان بالای قلدت داد بشن هوارشن اگه جوونا به قلب بیداد بزنن با هم دیگه اسمشو فریاد بزنن اونی که کوه مرده اسطوره نبرده دوباره بر میگرده دوباره بر میگرده دوباره بر میگرده دوباره بر میگرده هر کدوم از صحنه‌های تظاهرات جهانی اشرف نشان‌ها صحنه باشکوهی از نبرد و مبارزه مردم ایران با رژیم ولایت فقیه در کارزار سرنگونیه. آخوندها که به اعتراف سرکردگانشون قصد داشتن با قتل عام بزرگ در اشرف از طریق مزدوران مالکی روح مقاومت رو خاموش کنند و با وارد کردن یک ضربه کاری به تنها جایگزینشون راه نفسی برای برون رفت از بحران‌های لاعلاج بیرونی و درونی پیدا کنند، اکنون می‌بینند که شعله‌ای بس فروزانتر در چهار گوشه ایران و در سر تا سر جهان برافروخته شده و خواب و خیال‌های اونها رو پنبه کرده. به خصوص که بیگمان هر اشرف نشان در تظاهرات و تحصن‌های خارج کشور نماینده حداقل 1000 تن از هموطنان در بندش در ایران تحت حاکمیت رژیم آخوندهاست. قاتل اشرفی کیه؟ خامنه‌ای مالکی. قاتل اشرفی کیه؟ خامنه‌ای مالکی. قاتل اشرفی کیه؟ خامنه‌ای مالکی. مجاهد شهید قسم به خون پاک راحت ادامه داد. مجاهد شهید قسم به خون پاک راحت ادامه داد. با سلام به بینندگان عزیز سیمای آزادی، در این اکسیون اعتراضی با ارائه عکس‌های شهدا توجه بسیار از شهروندان آلمانی را به خود جلب نبود. اعتصابیون اعلام کردند که فرزندان مجاهدشان را هرگز تنها نمیگذارند. آنها خواهان آزادی 7 گروگان مجاهد که در دست مزدوران مالکی است شدند. اعتصابیان خواهان تامین امنیت
مجاهدین لیبرتی توسط کلاهبی‌های سازمان ملل متحد هستند. اعتصابیون اعلام کردند تا تحقق خواسته‌هایشان به اعتصاب و اعتراضشان ادامه خواهند داد. خبرنگار سیما آزادی، صادق سیستانی، آلمان. خون شهیدان ما، رنج اسیران ما، درد و گره می‌خورد، مشهد اهل ما. خون شهیدان ما، رنج اسیران ما، درد و گره می‌خورد، مشهد اهل ما. خون شهید می‌جوشد، اشرفی می‌خروشد. خون شهید می‌جوشد، اشرفی می‌خروشد. سلام به همه هموطنانم. جای همتون اینجا خالیه، چون که بیایید ببینید نگاه‌ها، چشم‌ها، احساسات عمیق
هموطنان ایرانیمون در مورد این فجیعی ترین و بیشرمانه ترین حرکت رژیم نسبت به والاترین فرزندان ایران. از همه شما میخوام زنان ایران، جوانان ایران، برخیزید و به بهترین فرزندانتون مجاهدین خلق ایران کمک بکنید. 52 نازنین ایرانی بی سلاح مورد وحشیانه ترین نوع حمله قرار گرفتن و این واقعا جای سکوت نداره. همه ما دست به دست هم میدیم، این مبارزه رو ادامه خواهیم داد و تا از بین رفتن و نابود شدن واقعی و عمیق این رژیم ددمنش راهمون رو و راه اونا رو به خصوص ادامه خواهیم داد. از همتون میخوام با ما باشین. من میخواستم قبل از هر چیز درود بفرستم به روان پاک 52 تن از قهرمانامون در شهر اشرف و همینطور میخواستم از همینجا به خامنه ای اعلام کنم که این کشتاری که تو در اشرف انجام دادی نه تنها ما رو مایوسه میکنه، بلکه باعث میشه ما 100,000 برابر از قبل بیشتر کار کنیم و برای سرنگونی تو تمام توانمون رو به کار ببریم. و همینطور میخواستم از سازمانهای حقوق بشری و مخصوصا سازمان ملل بخوام و تأکید کنم که شما امضا کردین و قول دادین که حق و حقوق ساکنان اشرف رو رعایت کنین و این بار چندمین باری هستش که به اشرف حمله میشه و این شهدا خونشون ریخته میشه و ما تا آخرین لحظه و تا آخرش ایستادیم تا حق اونا رو بگیریم. و همینطور میخواستم از مردم ایران بخوام که نگاه کنم و ببینن که داره چی میگذره و چه اتفاقی داره میفته در شهر اشرف و اونها هم بلندشن، برخیزن و حقمونو از این خامنه ای دجال و رژیم آخوندی بگیرن و به امید خدا هر چه زودتر رژیم رو سرنگون کنیم و به اون آزادی که هدف تمام ما هستش برسیم. روحشان شاد و چه سربلند و سرفراز به شهادت رسیدند. در اوج افتخار و سربلندی دفتر عمر آنها بسته شد و در نزد خدا و خلق رستگار و جاودانه شدند. این خونها تاریخ را به حرکت در می آورند و روز سرنگونی این رژیم هم نزدیک است. ما را ز سر بریده می ترسانید. مجاهدین نزدیک به 50 سال جنگیدند. می جنگیم
اشرف نشان می جنگیم. ما از شما انرژی و قوت قلب می گیریم. پایدار و موفق باشید. خاطره ای از شهید قهرمان و عزیزم حسین مدنی از میمخه. حسین برادری بسیار دوست داشتنی بود. همیشه از او انرژی و انگیزه می گرفتم. از چهره و رفتار و گفتارش آتش به سمت دشمن و عشق به سمت خلق و همرزمانش ساطع می شد. هزاران سلام و درود بر مردم شریف و دردمند عراق بزرگ. مرگ بر مالکی، مرگ بر خامنه ای. به یقین خونهای ریخته شده اشرفیان درگاه دریده ولایت شرک و کفر خامنه ای را دریده تر خواهد کرد. خوشا روز انتقام. ایران من در دیکتاتوری می سوزد همچو من. شجاع‌ترین مردان این سرزمین که در میان بیابانی بدون هیچ گونه سلاحی در میان دو ارتش مزدور و جنایتکار تا به آخر ایستادند، تصورش را بکنید. درود بی پایان بر عزم و رزمشان و مقاومتشان، ننگ ابدی بر دشمنانشان. می کشم هر آن که خواهرم کشت، می کشم آن که برادرم کشت. برادر سینه‌ای بیکینه داره، صفات روشن آینه داره. برای دشمن صفاک بیره هزار آتش فشون در سینه داره. ای مجاهدین شهید، ای افتخار ایران و ایرانیان، انتقام خونهای پاکتان را از همه جنایتکاران و قاتلان شماها خواهیم گرفت. البته انتقامی بسیار سخت. درود و صد درود به مجاهدین اشرفی در هر کجای این دنیا که هستند. شجاعانه خواسته های بر حق خودشان که تدایی حقوق بشری را در تمامیتش ابدا می کند را خواهان هستند. با شیخک مکاره که غرق شادی است، اندر پی قتل واژه آزادی است. برگو که شرف به جاست تا روز ابد، هر چند که اشرف از یلانش خالی است.
با سلام، سیما هستم از کرمانشاه. میخواستم این حمله جنایتکارانه نوری مالکی به دستور خامنه ای محکوم کنم و بگم خامنه ای و نور مالکی جنایتکار، کورخوندین، اشرفیا اینگونه از بین نمیرن بلکه تکثیر میشن. و به آمریکا و سازمان ملالم میگم که سکوت و بی‌مسئولیتی کافیست و فقط محکوم کردن این حملات وحشیانه کافی نیست و دردی از کسی درمان نمی کنه، بلکه باید به دنبال یه راهکار اساسی باشم. راهکار اساسی هم اینه که نیروهای خلابی سازمان ملل رو در لیبرتی مستقر کنن، بلکه با این کار جلوی حملات بعدی و شهادت‌های بعدی رو بگیرن. با تشکر، خدا نگهدار. بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در محکومیت حمله به اشرف. به نام خدا و به نام شهیدان به خون خفته اشرف. ما دانشجویان دانشگاه تهران بعد از شنیدن این واقعه هولناک و ناراحت کننده، نفرت خودمان را از این رژیم دیکتاتوری بیان کرده و حفاظت برادران و خواهرانمان را که در لیبرتی مستقر هستند توسط کلاه آبی ها خواستاری تا دیگر شاهد چنین جنایتی نباشیم. بیشک ما در اینجا جای خالی تک تک این شهدای والاقدر را پر خواهیم کرد و لرزه بر اندام این نظام پوسیده خواهیم انداخت. مرگ بر خامنه ای، درود بر رجوی. دانشجویان دانشگاه تهران، شهریور 92. یاد خاطره شهید بزرگوار انقلاب مردم ایران، شهید مهدی رضایی، و عرض ادب و احترام به همین مناسبت خدمت مادر بزرگوار رضایی ها، مادر بزرگ انقلاب، که دین و حق به گردن همه ما دارن. میخواستم در خصوص نامه اخیر وزارت امور خارجه آمریکا به خواهر مریم مطلبی رو عرض کنم. با خلصلاح مجاهدین خلق میخواهم بتونم آیا اگر این جنایتکارهای ترسو وحشی اگر فکر میکردن که حتی یک سرنیزه توی اشرف هست، جرأت میکردن به این آسودگی و این آسایش خاطر و اشرف حمله کنن و خون مجاهدان قیور این مملکت رو، فرزندان دلیل این آب و خاک رو، فرزندان ایدئولوژیک و ایمانی خواهر مریم رو بریزن، به این مظلومیت، به این پاکی. و حرف آخرم به خامنه ایه که خامنه ای دجال جنایتکار، جلاد خونخوار، تو اگر خون عزیزان و پاکترین بچه های این مملکت رو در اشرف ریختی، در لیبرتی ریختی، منتظر باش که تقاط اون خونهای پاک رو در تهران توی قصرها تذب بگیریم. منتظر باش که تو خیابونهای تهران به پای خاک پای مادران این شهدا بیفتی و زجه بزنی و التماس کنی پس فرصت خلی. تشکر میکنم از شما و خدا نگهدار. بیانیه جمعی از جوانان آزادی خواه از تهران پارس. به نام آزادی و به نام شهیدان سرفراز اشرف جاودانه در تاریخ ایران زمین. ما جمعی از جوانان آزادی خواه شرق تهران قتل عام مجاهدین در اشرف را محکوم می کنیم و مطمئن هستیم که این نظام آخوندی به زودی سرنگون خواهد شد. ما جوانان آزادی خواه خواهان این هستیم که با استقرار کلاهابی ها در لیبرتی، حفاظت مجاهدین مستقر در لیبرتی که تنها امید مردم ایران هستند تامین شود. مرگ بر اصل ولایت فقیه، درود بر شهدای قتل عام اشرف در سحرگاه خونین ده شهریور.